بسم الله الرحمن الرحیم. محصلان گرامی، به قسمت دوم جلسه سوم درسی در مضمون حقوق رسانه‌های همگانی می‌رسیم. در قسمت اول من و شما با هم بررسی کردیم معیارهای سنجش آزادی و استقلال رسانه‌ها را و دانستیم که 3 معیار اساسی تحت عنوان شرایط حقوقی، شرایط اقتصادی و شرایط سیاسی مطرح بحث بود که با هم به بررسی گرفتیم. حالا می‌خوایم روی این بحث بکنیم محصلان گرامی، حق دسترسی به اطلاعات چی است و این حق موازین حقوقی افغانستان و اسناد بین‌المللی در این راستا چه خط بحثایی را برای من و شما بازگو و بیان کرده است. همان طوری که من و شما با هم بررسی کردیم، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، میثاق حقوق سیاسی اقتصادی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند فرانسه نه تنها که آزادی بیان را جمله حقوق بنیادین بشری حساب میکند، حق دسترسی به اطلاعات را نیز در جامعه بشری از جمله حقوق بنیادین جامعه بشری و مسائل اساسی ارزشی در جامعه بشری میپندارد. بنابراین تمام شهروندان در این راستا از حق مساوی به دست آوردن اطلاعات از نهادها و ادارات دولتی را برخوردار میباشند. یعنی بدین جهت اساسی گفته میکنند که حق دسترسی و اطلاعات بر اصول ضعیف استوار می باشد. اول، دولت ها بر این اعتقاد و باور نباشند که اونها مالک اطلاعات می باشند. نه، بلکه دولت ها امانتدار اطلاعات می باشند. دوم، در جامعه دموکراتیک یا جامعه که مبتنی است بر نظام های مردم سالاری، بحث اطلاعات و ایجاد اطلاعات مبتنی بر مصلحت و منفعت شهروندان می باشد و این حق دسترسی به اطلاعات را آنها به صورت اساسی می‌پذیرند. سوم، محصلان گرامی، این است که حق دسترسی به اطلاعات رابطه مستقیم دارد به حق آزادی بیان. هرگاه ما در جامعه بشری حق آزادی بیان را نداشته باشیم، به هیچ صورت نمی‌توانیم حرف بحث تحت عنوان حق دسترسی به اطلاعات را ما به عنوان عنصر کلیدی و اساسی به رسمیت بشناسیم و بپذیریم. بنان گفته می‌توانیم که دولت ها امانتدار اطلاعات هستند. این حق در جامعه دموکراتیک به صورت اساسی در چارچوب ارزش های محوری قوانین پذیرفته شده است. بحث دوم و بحث سوم این است محصلان گرامی که هر نوع حق اطلاعات یا هر نوع حق دسترسی به اطلاعات رابطه مستقیم و گسستناپذیر دارد با حق آزادی بیان، که در این راستا محصلان گرامی همچنان قانون اساسی افغانستان در ماده 5 به صورت اساسی حق دسترسی به اطلاعات را پذیرفته است. قانون اساسی افغانستان بیان می کند اتباعی افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند. یعنی ما از محتوای ماده قانون اساسی افغانستان به صورت اساسی چنین مسئله را درک کرده می توانیم که قانون اساسی افغانستان و نظام حقوقی افغانستان حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان یک عنصر کلیدی پذیرفتند، ولی محدودیتی که برای آن وضع نموده است همان محدودیت قانونی می باشد که شهروندان ملزم و مکلف هستند که آن محدودیت را رعایت کنند. به منظور اجرای نمودن این اصل قانون اساسی در یا تطبیق بهترین اصل قانون اساسی، اولین قانون دسترسی به اطلاعات در سال 1393 در افغانستان ایجاد شد، ولی قانون مذکور یک سلسله کمی و کاستی‌های خود را داشت. بعداً در سال 1396 تعدیل گردید و با ایجاد قانون جدید اطلاعات در سال 1396 گفته می‌توانیم که به صورت اساسی این حق در نظام حقوقی افغانستان پذیرفته شده است. از منظر مفاهیم محتوایی، اما از منظر اجرایی و تطبیق و اجرای آن در عمل به صورت اساسی گفته می‌کنیم که این حق به صورت مستقیم و عملی در جامعه افغانستان مدیور اجرا نیست. خب محصلان گرامی، حالا می‌پردازیم به این بحث که مفهوم حق دسترسی به اطلاعات چی است و ما این مفهوم را چگونه با هم میتونیم به بررسی بگیریم. ابتدا ما باید اطلاعات را تعریف کنیم و بعد بریم بپردازیم به بحث تحت عنوان مفهوم حق دسترسی به اطلاعات. حق دسترسی به اطلاعات
از دو واژه ترکیب از دو واژه گرفته شده، یعنی واژه ترکیبی است که بر محور حق و محور اطلاعات تعریف می شود. اطلاعات را تعریف می کنند که عبارت است حق اطلاعات را تعریف می کنند که عبارت است معلومات و یا هم داده های انباشته شده نسل ادارات دولتی و گروه های زینفوس حاکم در جامعه می باشند. اما حق دسترسی و اطلاعات عبارت است داشتن قدرت و توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعات عامه که نسل ادارات دولتی وجود دارد. تکرار می کنم اصلان گرانی، پس حق دسترسی و اطلاعات عبارت است آگاهی و داشتن قدرت و توانایی شهروندان برای دسترسی به اطلاعاتی که یا داده ها و معلوماتی که نسل دولت وجود دارد یا نهادهای عامه. از تعریف فوق ما چنین استنباط کرده می دانیم معاصران گرامی که حق دسترسی به اطلاعات در واقع برای اشخاص و افراد و نهادها در جامعه این توانمندی را ایجاد می نماید که اطلاعات موجود و ادارات را آنها تحلیل و آگاهی یافتند و ادارات مکلف هستند که این حق اساسی شهروندان را رعایت و تأمین نمایند بنابراین مثلاً گرامی گفته می‌تانیم که کلیه این موازین و موارد به صورت اساسی باید در دسترس افراد و گروه ها قرار بگیرد. پس در اینجاست که قانون دسترسی به اطلاعات نیست اطلاعات را تعریف میکنه که هر نوع سند و معلومات ضبط شده یا ثبت شده و نمونه ای است که حائز اهمیت روی یک موضوع خاص بوده باشد و شهروندان حق دسترسی به اطلاعات را در محدودی قانون دارا می باشد الا به این که آسیب به امنیت عامه و مصالح دیگران نرسد، بقا و اصل تمامیت دولت تحت سوال نرود و امنیت عامه به اخلال مواجه نگردد. این است مثلان گرامی دیدگاه قانون دسترسی به اطلاعات در مورد حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان می باشد. حالا می پردازیم به این که اهمیت حق دسترسی به اطلاعات در چی می باشد. یعنی ما چرا باید حق دسترسی به اطلاعات را ما به صورت اساسی در جامعه بشری به رسمیت بشناسیم. همان طوره که من قبلا در آغاز این مبحث برای شما از قوانین مختلف بین‌المللی مثال های را کردم. مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند فرانسه با سوابه سال 1792 میلادی و صورت اساسی بیان می کند. برای از این که دولت پاسخگو مترقی و دولت مترقی پاسخگو داشته باشیم و از استبداد رای جلوگیری کرده باشیم باید در جامعه آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشد. همچنان در منشور کبیر در سال 1815 که به نام منشور ملت هم یاد می شود در انگلستان این بحث را به صورت اساسی و رسمیت شناخته می باشد. بنان امروزه در اکثریت دولت های مردم سالار و نظام هایی که مبتنی بر اراده مردمی ایجاد گردیدن حق دسترسی به اطلاعات از دلایل عمده و اساسی برخوردار می باشد. حق دسترسی به اطلاعات از دلایل عمده و اساسی برخوردار می باشد و برای از این که از ایجاد نظام مستبد خودخواه جلوگیری کرده باشیم بحث اول و بحث دوم برای اینکه توانسته باشیم به نظام قانونمند را ایجاد کرده باشیم باید حق دسترسی به اطلاعات را ما بپذیریم. چرا حق دسترسی به اطلاعات حائز اهمیت در عرصه های زنده باشد؟ اول باعث به میان آمدن یک نظام دموکراتیک و حسابده می شود. اول دوم احترام به ارزش های حقوق بشری در جامعه تقویت می کند. سوم مقاصد شخصی گروه ها در عمل رعایت می کند و نقض نمی شود. چهارم ما می دانیم که بحث رسانه های آزاد و مستقل را نیز در این داستان داشته باشیم. بنام اهمیت حق دسترسی به اطلاعات قبل از انقلاب کبیر فرانسه مطرح بود و انقلاب کبیر فرانسه و با بحث قانون اساسی فدرال ایالات متحده آمریکا این حق و صورت اساسی در جامعه بشری نهادینه گردیده. با نهادینه شدن این مبحث در جامعه بشری و صورت اساسی گفته می‌تانیم که کلیه نهادهای فشار در جامعه تعریف می شود تا بر اساس آن قانون دسترسی به اطلاعات تصویب گردد. خب حالا می پردازیم به این که
برای تدوین قوانین دسترسی و اطلاعات، حق دسترسی و اطلاعات دارای چی اهمیت می باشد؟ یا به عبارت ساده‌تر ما گفته می کنیم که مسبب چی بحث‌های اساسی در جامعه می گردد؟ اول، تقویت دموکراسی یا نظام مردم سالاری می شود. ایجاد اطلاعات در جامعه و یا همچنان پخش نشران در جامعه توانایی افراد را برای اشتراک مؤثر آنها در اتخاذ تصمیم بیشتر می سازد و دوم، باعث می گردد که در جامعه نظام مردم سالار و آگاه و متلی ایجاد گردد. دو، حساب‌دهی. شهروندان باید حق داشته باشند تا رفتار رهبران دولت مردان را مورد ارزیابی قرار داده و از آنها در این راستان خواستار حساب‌دهی بوده باشند. سه، رشد امور اقتصادی. دسترسی به اطلاعات باعث مؤثریت رشد اقتصادی و اهمیت آن می‌گردد. یعنی چه گونه؟ یعنی سبب می‌شود که با داشتن اطلاعات جامع و بروز یک شخص می‌تواند که پلان‌گذاری نماید، سرمایه درست خود را تهیه نماید و آزادی اطلاعات ما باعث می‌گردد که توانسته باشد از چرایی شکست‌های خود هم جلوگیری بکند. چهارم، احترام به حقوق بشر. پذیرفتن بحث آزادی اطلاعات سبب می‌شود که ما احترام اساسی و قواعد حقوق بشری در جامعه داشته باشیم، چنانچه قواعد حقوق بشری حاکم در جامعه بشری این حق را به صورت اساسی بر رسمیت شناخته است. چهارم، مقاصد شخصی. اول اینکه استعدی و تجاوز در امان می باشد، دوم سبب برنامه ریزی های اساسی و درست می گردد در صورت موجودیت اطلاعات. ارگاه این اطلاعات نبوده باشد، پس در صورت اساسی ما با یک خلای مواجه می شویم که این خلا سبب می گردد تا افراد نتواند برنامه های خود را به صورت اساسی داشته باشند. و گونه مثال در ایالات متحده آمریکا طوری است که حکومت اطلاعات را که درباره افراد و پیشرفت و تقویت افراد و گروه ها در جامعه دارد در دسترس آنها قرار می دهند. بر محور افراد خود را در امان و واضح آماده کرده و همکار مناسب و درست برای پیشرفت خود جامعه و دولتشان می شود. بحث دیگر بحث رسانه ها می باشد. یعنی حق دسترسی به اطلاعات با توجه به ماهیت و محتوای خاصی که دارد، تاثیر نهایت اساسی را بر فعالیت‌های رسانه‌ای و خبرنگاری می‌تواند داشته باشد و زمینه ایجاد فعالیت‌های تحقیقی را به صورت اساسی کمک می‌کند. خب، حالا مؤثران گرامی، ما به این بحث می‌رسیم که اطلاعات قابل دسترس کدام اطلاعات است و اطلاعات غیر قابل دسترس کدام اطلاعات است، یا به صورت اساسی ما بخواه می‌کنیم که ما کدام اطلاعات را میتونیم مرسلان گرامی از اون اطلاعات ما استفاده کرده میتونیم در دست سامی شهروندان قرار دارد و کدام اطلاعات اطلاعات مبرم و به صورت اساسی گفته میتونیم که در دست سامی شهروندان قرار ندارد و آنها پنهان و در دست عامه قرار ندارد، در دست عراقین و مقامات رهبری دولت قرار دارد. حالا می پردازیم به بحث این که اطلاعات قابل دسترس کدام ها می باشد. با توجه به یک سلسله موازین و ضرورت های اساسی که در جامعه وجود دارد بحث اول، بحث دوم با موجودیت یک سلسله پیشرفت ها و رعایت مصلحت مانند مصلحت دینی، مصلحت عرفی، مصلحت سیاسی، مصلحت امنیت عامه، اطلاعات ما با دو دسته تقسیم بندی می کنیم، اطلاعات قابل دسترس و اطلاعات غیر قابل دسترس. اطلاعات قابل دسترس که مشمول قانون دسترسی به اطلاعات می شود و صورت اساسی آنها را تعریف می کند که باید این اطلاعات مبتنی بر قانون در دسترس همه افراد قرار بگیرد، در دسترس همه افراد و شهروندان قرار بگیرد. قانون دسترسی به اطلاعات اطلاعات قابل دسترس را تعریف می کند که عبارت از مجموعه از داده ها، اطلاعات و موازی چارچوب بندی شده قبلی می باشد که مبتنی بر مصلحت‌های قانونی و حقوقی موانعی در راستای نشر آن وجود نداشته باشد. یا به عبارت دیگر نظام حقوقی افغانستان تعریف می‌کند که قانون اطلاعات قابل دسترس عبارت از آن دسته از اطلاعات و داده‌هایی است که سبب اخلال در نظم، امنیت و بقای دولت و سلامت شهروندان نمی‌گردد. بنابراین عامه شهروندان مبتنی بر قانون می‌تواند که آن اطلاعات دسترسی داشته باشد. با آن اطلاعات در این راستا دسترسی داشته باشند. در بسیاری از کشورها بر اساس قوانین دسترسی به اطلاعات نهادهای دولتی مکلف هستند که
در مورد ساختار تشکیلاتی، فعالیت‌های اداری مربوطه، فرامین تقنینی، پالیسی‌ها، مقررات، بودجه، تدارکات و برخی اطلاعات مهم اساسی دیگر را نیز به دسترس شهروندان قرار بدهد. همچنان در مورد اسناد در حال آماده یا در حال تصویب باید گفت که مشمول دسترسی به اسناد نمی‌شود. باید از بخش نشی آنها جلوگیری گردد. و دو جهت، جهت اول و به خاطر مؤثریت آن قانون، جهت دوم به خاطر اینکه ما در عمل از تخریب کارگروه‌ها و شیوه‌ها و افراد و نهادهایی که در صدد تخریب آنها بوده باشد به صورت اساسی جلوگیری نماییم. اما برخی از کشورها اسناد در حال آماده سازی را با استثناءات خاص کاملا غیر قابل دسترس ننموده، در بعضی از موارد آنها را میتونه که در دسترس همگان قرار بدهد، اما مشروط بر این که حفظ آمن نظم آمن مورد تخطی قرار نگرفته باشد. همچنان گفته میتونیم که در بحث در تفسیر که تفسیر و یا همچنان در قوانین در حال آمده سازی تفسیر و اطلاعاتی که از آنها اعطا میشود به عامه شهروندان، باید همه از اینها در دسترس آمن قرار بگیرد و تعبیری که از آن صورت میگیرد با احتمال سوی تعبیر نمایانده باشد. هرگاه احتمال هر نوع سوی تعبیر صورت میگیرد سبب میگردد تا مؤثریت قانون در حال آمده سازی از بین برود. بدین جهت است که گفته میتانیم پیشینه حق دسترسی و اطلاعات در قوانین گذشته در ابتدا به رسمیت نشناخته شده بود. هرگاه ما تاریخ جهان باستان را مورد بررسی قرار بدهیم، اطلاعات مبرم مهم تنها از آن خانواده شاهی و درباریان بود. فراتر از آنها دیگر هیچ برو و هیچ نهاد حق دسترسی و داشتن اطلاعات را در این زمینه نداشتند. آنها به سه جهت این را بحث میکردند: اول حفظ بقا و نظام، بحث دوم آن نظام ها نظام مستبد بود و اعتماد بر بالای مردم نداشتند، مورد دوم، مورد سوم این بود که در آن عصر زمان اعتقاد و باور داشتند که آنها افراد نخبه هستند. بنان اطلاعات نخبه هم باید دست افراد نخبه بوده باشد، نه دست همه گروه ها. برای اولین بار بحث حق دسترسی به اطلاعات در میثاق مدینه یا در منشور مدینه پیامبر صلی الله علیه و سلم در بینوان نخستین قانون اساسی دولت اسلامی آن را مطرح کرد، به صورت اساسی پذیرفته شد. کلیه مسلمانان می توانند که در همه اموری که در همه اموری که مطرح می شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم از آنها آگاهی داشته باشند و همه از آن باید مطلع باشند. و این جهت بود که خواستار تطبیق آن از همه گروه ها و افراد گردید. همچنان در قوانین وضعی و بشری با منشور ملت در سال 1688 میلادی و بعد در کنگره برلین، کنفرانس های صلح لاحق، انقلاب کبیر فرانسه حق دسترسی اطلاعات را به صورت اساسی و رسمیت شناختند. و این مربوط است که ما گفته می داریم که نحوه حق دسترسی به اطلاعات یا رژیم حقوقی حاکم که این بحث دسترسی به اطلاعات را در جهان برای من شما تعریف و بیان می کند و تو محور تقسیم می شود. محور اول یا نظام اول که به نام رژیم است محور یاد می شود و نظام دوم که به نام رژیم پیرو اطلاعات یا اطلاعات محور تعریف می شود با تو بیان می شود که بعدا معاصران گرامی من شما نظام های حقوقی حاکم بر اطلاعات قابل دسترس یا نحوه اطلاعات قابل دسترس را بررسی می کنیم. خب وقتی من شما اطلاعات قابل دسترس را فهمیدیم و درک کردیم، آره می خواهیم با هم به بررسی بگیریم که اطلاعات غیر قابل دسترس کدام ها می باشد. همان طوری که قبلا بیان کردیم اصل دسترسی به اطلاعات اصل است که در برخی از مواقع نادیده نگاشته می شود. بعض اطلاعات است که در اختیار همگان قرار نمی گیرد و از آن به حیث استثناءات ما می تانیم استفاده بکنیم. چنانچه اکثریت کشورها این اصل را محدود به سه جهت اساسی کردند: اخلاق عامه، امنیت ملی و سلامت عمومی. این سه معیار اساسی را تعیین کرده، بر اساس این سه معیار هر آن اطلاعاتی که وابسته به این سه معیار بوده باشد آنها را غیر قابل انتشار می‌پندارد. در این راست است که ماده اینجای قانون اساسی افغانستان که حق دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است اما محدودیت برای آن وضع کرده است.
عبارت از امنیت عامه و حقوق دیگران می باشد. یعنی قانون اساسی افغانستان در این دو راستا اطلاعات را در دسترس عامه شهروندان قرار نمی دهد که اولش امنیت عامه و دوم حقوق عامه شهروندان باشد. مبتنی بر فقر یک ماده 16 قانون دسترسی به اطلاعات شهروندان افغانستان به اطلاعات ضعیف قابلیت دسترسی را ندارند. اول، در صورتی که استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و امنیت ملی دولت افغانستان به خطر مواجه گردد. دو، در صورتی که سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی افغانستان با سایر دولت ها گردد. این اطلاعات غیر قابل انتشار است. در صورتی که جان و مال به خطر مواجه گردد. در صورتی که مانع کشف و مانع جلوگیری از ارتکاب جرایم گردد. در صورتی که روند کشف، تحقیق، تعقیب متهمین و یا اتخاذ تدابیر احتیاطی در زمین با اختلال مواجه گردد. در صورتی که روند محاکمه عادلانه و یا تنفیذ حکم را اختلال نماید. در صورتی که حریم خصوصی افراد نقض گردد. در صورتی که اطلاعات مربوط به موضوعات تجارتی، ملکیت‌های شخصی، حساب‌های بانکی و غیره که در قوانین تشکیل شده نقض گردد. و یا همچنان گفته می‌دانیم که این اطلاعات قابل ذکر غیر قابل انتشار می باشد. اما فقره دوم ماده 16 حالات ضعیف را هم اجزای فقره 7-8 این ماده می باشد. باز هم اونها را استثنا نموده است که اینها در صورت می باشد که محکمه و حکم محکمه قانونی باید افشای اطلاعات شخصی تجویز صورت گیرد. و دوم این است که در صورتی که قانون حمایت حقوق مؤلف مستند و محقق و حمایت از رقابت و اسناد تقنیمی را نقض ننماید. یعنی در این دو حالت باز این اطلاعات قابل دسترس است. حکم قانون در این زمینه باید وجود داشته باشد. بنان محصلان گرامی، حالا و منظور جلوگیری از سوی استفاده از حق دسترسی به اطلاعات ایجاب میکند یک سلسله این استثناءات هم تابع اصول بوده باشد. ما گفتیم که باز هم فقره 2 ماده 16 اجزای فقره 7-8 ماده 16 را باز هم از بحثی که تحت عنوان محرمیت تعریف کرده در حالاتی هم را قابل دسترس می‌داند و حکم محکمه بوده باشد و قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند، محقق و قانون حمایت از رقابت را نقض ننماید. پس باید در اینجا برای اینکه از سوء استفاده جلوگیری شود یک سلسله محدودیت‌های باید مطرح بحث بوده باشد که با این وضع محدودیت ها ما خواهیم توانست که از سوی استفاده ها جلوگیری کنیم. محدودیت ها یا این اصول کدام می باشد؟ اصل اولی که در اینجا مطرح می شود اصل قانونی بودن می باشد. یعنی قانون این بحث را به صورت اساسی پذیرفته باشد. دومین اصل که مطرح می شود اصل داشتن اهداف مشروع می باشد. یعنی قانون به صورت اساسی با پیامد شایان اهداف مشروع را بتاند انبال بکند. سوم، ضرورت ایجاب کند که باید چنین افشای اسناد صورت بگیرد. یعنی به عبارت ساده و اساسی گفته میتانیم که با مطرح شدن چنین بحث ضرورت اساسی باید ایجاب کنه. نهایت مهم ضروری و اساسی بوده باشد که قانون به اجرای آن حکم نماید. چهارم، اصل صراحت است. یعنی اطلاعات غیر قابل دسترس و گونه روشن و واضح در قانون بیان کرده باشد. مبهم و تفصیل برداد نباید بوده باشد. برخلاف بندی یک فقره یک ماده 16 قانون دسترسی به اطلاعات کلمه امنیت عامه به کار رفته و همچنان ماده 5 قانون اساسی قانونگذار آن مصادیق عین مصادیق را به کار برده است که تعریف واضح و روشنی از آن وجود ندارد. دوم، اصل صدمه می باشد. اطلاعات غیر قابل دسترس از جمله اطلاعاتی باشد که در صورت افشای آن آسیب به منافع عامه یا حقوق افراد میرساند. بنان از حیث ممنوعیت در قانون درج بوده باشد که با افشای آن صدمه محوری و اساسی به افراد وارد میگردد. چنانکه بند 8 فقره 1 ماده 16 قانون دسترسی کلمات چون مربوط به موضوعات تجارتی ملکیت‌های شخصی را به کار برده است که اصل صدمه به آن دست نمیکند. سوم، اصل ارائه دلیل. هرچند در این راستا و تحلیلی که صورت گرفته از موضوعات تجارتی ملکیت‌های شخصی این بحث باید به صورت اساسی بگویم که هر نوع افشای اسرار تجارتی و ملکیت‌های شخصی منجر
و این خواهد کرده که دیگر از رقابت و بحث رقابت بتواند از حیث بازار دوری کرده باشد. سوم است ارائه دلیل. اداراتی که از ارائه اطلاعات خودداری میکنند باید دلیل قانونی و حقوقی داشته باشند که من در اولین اصول برایتان بیان کردم و ماده 14 قانون دسترسی به اطلاعات این را هم بیان کردم. بحث دیگر اصل ارجحیت میباشد. اصل ارجحیت به این معناست که منافع عامه اقتضا بکند که میان اطلاعات غیر قابل دسترس و منافع عامه باید تعارض موجود داشته باشد. یعنی با اطلاعی با افشای این اطلاعات دیگر منافع عامه متضرر گردد. اینجا که گفته میتونیم ما باید به صورت اساسی از افشای این اطلاعات خودداری نماییم. یعنی ما اصل ارجحیت را به صورت اساسی در نظر داشته باشیم. بحث دیگر در این راستا گفته میتونیم اصل در نظر گرفتن مرور زمان است. هیچ اطلاعات را ما نمیتونیم تحت عنوان فایده مرور زمان آنها را به صورت اساسی و شایان بپردازیم، مگر اینکه به صورت روی قضایی یا روی معمول عرفی که میان دولت ها وجود دارد، معمولا بعد از هر 100 سال یا بعد از هر 150 سال اسناد استخباراتی و اسناد محرم افشا میگردد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کلیه اسناد دولتی و اسناد محرم کمیته مرکزی بدون حزب کمونیست اتحاد شوروی افشا گردید و همچنان افشای اسرار استخباراتی ایالات متحده آمریکا در قرن 19 و اواسط قرن 20 بود، در اوایل قرن 21 افشا گردید. بنابراین اصل مرور زمان اصل قانونی است که در عمل من نمی کند، اما روی معمولی به صورت اساسی این اصل را پذیرفته است که باید دولت ها بعد از گذر مدت زمان می توانند اطلاعات را علنی نموده و پخش نشر نمایند. همچنان گفته میتونیم که بحث اصل تفکیک میباشد. باید اصل تفکیک میان اطلاعاتی وجود داشته باشد که اطلاعاتی که درخواست شدند و یا اطلاعاتی که درخواست نمیگردد باید همه از اینها مورد بررسی قرار گیرد. کدام اینها بر اساس حالت مبرم و مهم است و کدام اینها از حالت مبرمیت و مهم بودن آن بیرون میشود. پس با رعایت اصل تفکیک ما میتونیم که در این راستا به صورت اساسی ما شرایط را بر اطلاعات غیر قابل دسترس تعریف کنیم و جلوگیری بکنیم از سوی استفاده و خودکامگی دولت ها در این داستان. حکومت و دولت ها هرچی خواسته باشند در این داستان این اعمال را انجام بدهند. خب مسئله گرامی، وقتی من شما شرایط وارده بر اطلاعات غیر قابل دسترس را فهمیدیم که بر محور این شرایط باید اطلاعات غیر قابل دسترس تعریف کردن تا از خودکامگی استبداد و نقض آزادی بیان در جامعه بشری خودداری نماییم. حالا میپردازیم مسئولان گرامی و بعد تحت عنوانیم که متقاضیان یا درخواست کنندگان اطلاعات کیها میباشند. کیها میتونند از اطلاعات را درخواست نمایند و کدام ادارات میتونه اطلاعات را در دسترس اینها قرار بدهد. بحث اول و اینکه شیوه ارائه اطلاعات چیگونه خواهد بود. از جمله دیدگاه قواعد حقوق بشری را گفته میتونیم که حق دسترسی به اطلاعات حق بشری انسان ها میباشد. بنابراین رویه معمول در کشورها متفاوت میباشد. برخی مانند ایالات متحده آمریکا حق دسترسی به اطلاعات را حق از زمره حقوق بشری میپندارد، بلکه بعضی از کشورها در این راستا تبعیض قائل شده و آن را برای همه شهروندان خود قائل نمیباشد، بلکه حتی برای شهروندان خود قائل است، برای اطلاعات خارجی از حق هر نوع اطلاعات ارائه اطلاعات خودداری میکنند، مانند ایران، کره جنوبی و حتی کره شمالی. همچنان گفته میتونیم که دید نظام حقوقی افغانستان در این راستا این است که حق دسترسی به اطلاعات را جمله حقوق بشری پنداشته، بشری و طبیعی افغانها شمرده و این حق را عنصر اساسی من حیث حق آزادی بیان به رسمیت شناخته. چنانچه ماده 7 قانون اساسی دولت افغانستان بیان میکند که ما دولت افغانستان میثاقهای بین المللی مدنی سیاسی را به آن ملحق شده، آن را جزء قوانین داخلی نموده و این و آن را در عمل تطبیق مینماید. از آنجایی که افغانستان کنونسیون میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی را به رسمیت شناخته و کنونسیون میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در سطر دوی ماده 9 حق دسترسی به اطلاعات را منعیت حق اساسی شهروندی پذیرفتن بنان دولت افغانستان به طبیعت از ماده 9 فقره 2 میثاق بین المللی
مدنی سیاسی آن را به صورت مستقیم تجلا داده در ماده 34 و ماده 39 قانون اساسی افغانستان بیان می کند. بنان از اینجا که ماده 35 قانون اساسی افغانستان فقط تنها و تنها حق دسترسی به اطلاعات را مختص به شهروندان افغان تعیین نموده و نام در محدوده قانون بیان کرد. از این جاست که دولت افغانستان هم یک محدودیت را در این راستا به صورت اساسی پذیرفته است. وفق مواد قانون اساسی افغانستان ماده 34، 39 و 50 قانون اساسی افغانستان حق دسترسی به اطلاعات محدود و منحصر تنها به شهروندان افغان می باشد و غیر از افغانها شهروندان خارجی از این حق برخوردار نمی باشد. اما رویه معمول دولت افغانستان به صورت مستقیم فعلا این است که برای خبرنگاران خارجی و محققین خارجی بعد از کسب اجازه و بعد از صدور اجازه نامه پاره از اطلاعات محدود را در دسترس آنها قرار می دهد. در اینجاست که گفته می تانیم بنابراین رویه معمول منطقی و منظم این است که باید متقاضیان اطلاعات کلی افراد بشری بوده باشد. بر محور فلسفه و جغرافیا باور دینی، باور نژادی، باور قومی و قبیلوی محدود و منحصر نبوده باشد. خب منزلان گرامی، نهادهایی که این اطلاعات را ارائه می کند، این نهادها کدام می باشد؟ کدام انتی شامل کدام نهادها تعریف می شود؟ تمامی ادارات باید اطلاعات موجوده را نزد خود ارائه نمایند. منظور تحقق اصل حق دسترسی به اطلاعات نهادهای از قبیل قوای ثلاثه، ریاست‌های مستقل، کمیسیون‌های دولتی و ادارات خصوصی که خدمات عمر انجام می‌دهد مکلف به ارائه اطلاعات در صورت درخواست آنها می‌باشد. قوانین مدون امروزی اکثریت کشورهای جهان حق دسترسی به اطلاعات را مشمول قوای اجرایه، قضایه، مقننه، شرکت‌های دولتی، نهادهای خصوصی که خدمات عمر انجام می‌دهند و یا از طریق دولت تمویل می‌گردند این حق را به رسمیت شناختند. اونها ملزم مکلف هستند که در صورت درخواست شهروندان این اطلاعات را در دسترسی آنها قرار بدهند. قوانین دسترسی به اطلاعات در اکثریت کشورها نهاد تنها قوه اجرایه را مشمول ارائه اطلاعات نموده و نهادهای امنیتی و استخباراتی را کاملا و یا قسما مستثنا نمودند. بر محور مرکز امنیت ملی، چنانچه برخی از کشورها در این راستا مقررات اساسی را وضع نمودند، مانند کانادا، هلند، انگلستان که اطلاعات اساسی مهم گزینه های استخباراتی می باشد آن را در ابتدا پخش نشر نمی کردند، ولی بعدا این اطلاعات را بعد از گذر چند سال پخش نشر می نمایند. همچنان گفته می دانیم بعضی از کشورها و نهادها قوه مقننه و قضایه را از پخش و نشر اطلاعات بیرون کردن، یعنی این دو قوه نباید شامل پخش نشر اطلاعات شد. ولی ما در پاسخ گفته می داریم به جهت این که دو قوه امور آمر انجام می دهد از مخارج آمد تمویل می شود، افزایش شفافیت در این نهادها سبب تقویت و اعتماد بیشتر مردم جامعه می شود، بنابراین باید از فعالیت های آنها آگاهی داشته باشد. این آگاهی زمانی می شود که ما باید این نهادها را هم مشمول حق دسترسی به اطلاعات داشته باشیم. اما کشورهایی که قوه مقننه و قضایه را از رای اطلاعات سوا می‌بردند دلیل دارند. دلیل اول این که اصل علنی بودن محاکم و حق اشتراک در جلسات علنی پارلمان و طور کافی و شفاف در فعالیت‌های این قوه تثبیت شده. بنان دیگر نیاز نیست بر این که ما باید حق دسترسی اطلاعات را برسمیت بشناسیم. در اینجا با ارائه اطلاعات به طور علنی‌تر و قوه ثلاثه در اینجا کسب تثبیت قوه نقض می‌گردد. در رابطه با دلیل شماره دوم اینها ارائه می‌کنند در بحث قوه قضاییه می‌باشد. اینها بیان می‌کنند که اصل محرمیت قوه قضاییه و اصل عزت و جایگاه متهم و اینکه نباید کلیه جلسات قضایی و اسناد قضایی در دسترس عام شهروندان قرار داشته باشد، نام قوه قضاییه باید اسنادش محرم قرار بگیره و در دست هیچ گروه و هیچ نهاد نباید قرار بگیره. اما در عمل گفته می تانیم که نهادهای عمومی باید به صورت اساسی اطلاعات را در دسترس عام مردم قرار بدهند، اما نهادهای غیر عمومی نقش مقامات اداری را بازی می کنند، خدمات عامه را انجام می دهند، به طور اساسی پول عامه را دریافت می کنند، باید
شامل بحث ارائه اطلاعات شده باشد. قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان نهادهای ارائه کننده اطلاعات را تعریف میکنند. نهاد ریاست جمهوری، دوم شورای ملی، سوم قوه قضاییه، چهارم وزارتخانه ها، پنجم ریاست های عمومی، ششم کمیسیون های مستقل دولتی، هفتم ادارات محلی ولایات و والیان، هشتم شوراهای ولایتی، نهم شوراهای ولسوالی و قریه و دهم شاروالی ها، یازده مجالس شاروالی ها، دوازده تفضیلی ها، سیزده شرکت های دولتی و مختلط و سایر ادارات و نهادهایی که بر مبنای قانون فعالیت می نمایند. خب محصلان گرامی، وقت من شما نهادهای ارائه کننده و اطلاعات را فهمیدیم و درک کردیم. حالا می پردازیم به این بحث که چگونه ما خواهیم توانست اطلاعات مربوطه را یا شیوه های دسترسی به اطلاعات چگونه خواهد بود؟ یا به عبارت ساده، ما بر کدام شیوه ها خواهیم توانست که بحث اصل اطلاعات را در دسترس عامه افراد و گروه ها قرار بدهیم؟ ما در این بحث شیوه انتشار ابتکاری اطلاعات را داریم و بحث دومش، بحث تحت عنوان این است که اصل بهره‌برداری از اطلاعات می باشد. ما در اینجا به صورت اساسی آن را به بررسی می گیریم. خب محصلان گرامی، حالا در انتشار ابتکاری اطلاعات یا به صورت اساسی که اطلاعات مورد پخش و نشر می گردد، اسناد ملی، بین المللی و منطقه‌ای کشورها به شیوه ابتکاری باید نشر شود. ما در اینجا دو بحث اساسی داریم. یک شیوه ابتکاری داریم، دوم شیوه واکنشی داریم. یعنی تناسب معکوس بین این هر دو وجود دارد. یعنی همزمان اطلاعاتی که از طریق شیوه های کنشی یا ابتکاری در اختیار افراد قرار می گیرد، با همان میزان و سطح درخواست اطلاعات را کاهش می دهد تا اینکه شیوه کنشی یا ابتکاری بوده باشد. شیوه ابتکاری در نفس ذات خودش تابع یک سلسله اصول و قواعد و ضوابط حاکم می باشد. این ضوابط قرار دهند: اول، اصل مهم بودن. ادارات اطلاعات را که به شیوه ابتکاری نشر و پخش می نماید باید بیشتر مردم با آن سر کار داشته باشد و نیازمندی های همه جامعه را باید مرفوع سازد. دوم، اصل دسترسی می باشد. ادارات حین نشر اطلاعات به شیوه ابتکاری باید این را در نظر گیرند که اطلاعات به کسانی که با نیاز دارند قابل دسترس بوده باشد. سوم، اصل بروز نمودن. یعنی اطلاعات را که نهادهای دولتی و حکومتی پخش نشر می نماید و صورت منظم و دوامدار ادوار زمانی آن مشخص گردد و باید تحولات معاصری که در آن اصل صورت می گیرد آنها را به صورت اساسی رعایت نماید. چهارم، اصل عام فهم بودن. ادارات باید اطلاعات را که نشر می نماید قابلیت فهم برای کلیه افراد عادی جامعه را داشته باشد و از هر گونه استعمال واژه‌های تخنیکی و پیچیده باید خودداری شود. پنجم، اصل وسعت دادن قلمرو اطلاعات. قانون دسترسی به اطلاعات این موضوع را به صورت اساسی بیان میکند. ادارات مکلف هستند تا قلمرو اطلاعات را که به شیوه ابتکاری نشر مینماید با گذشت زمان وسعت بدهند. بنام اینجاست محصلان گرامی که میرسیم به بحث دوم یا قسمت دومی که اونجا بود. ما ابتدا شیوه ابتکاری رو داشتیم، دوم شیوه واکنشی و انفعالی رو داریم که در اینجا از لحاظ حقوقی ادارات ملزم و مکلف هستند که اطلاعات را که در دسترس همگان قرار میدهند مبتنی بر مقتضای اطلاعات و ادارات مراجعه کننده بوده باشد و اطلاعات دریافت شده تابع یک سلسله اصول و پرنسیپ ها می باشد. اصل اول، اصل عدم ارائه دلیل. برای درخواست کننده مکلف است که باید به ارائه دلیل برای اطلاعات دادن عمل شود. ماده 6 در این راسته به صورت اساسی بیان میکند که ادارات مکلفند که اطلاعات را در اختیار متقاضیان قرار دهند. دوم، اصل ساده بودن. سوم، اصل کتبی بودن است که به صورت کتبی باید در دسترس قرار دهد. چهارم، اصل احاله درخواست. یعنی اینکه اطلاعات باید مطابق طرز عمل واضح و مناسبی که در قانون در نظر گرفته شده آن ادارات مکلف هستند که باید اطلاعات را در اختیار خود که داشتن در اختیار آن قرار دهند. هرگاه اطلاعات را که در اختیار نداشته باشند باید متقاضی اطلاعات را متعلق بسازد که اطلاعات در اختیارشان نیست و درخواست را به اداره دیگر باید احاله نماید. پنجم، اصل رایگان بودن درخواست. هر نوع اطلاعاتی که در دسترس قرار میگیرد
باید به صورت رایگان در دسترس همه شهروندان قرار داشته باشد. ششم، اصل مطابقت، اداره بر مبنای تقاضای متقاضی و هر شکل خدمات را در اختیارشان قرار می‌دهد، باید مبتنی بر تقاضای بوده باشد. یا به عبارت دیگر، میان آنچه درخواست شده و آنچه از سوی اداره ارائه می‌شود تطابق وجود داشته باشد که ماده 10 قانون دسترسی به اطلاعات به صورت واضح بیان می‌کند که نقل اسناد در ورق یا به شکل الکترونیکی یا به ایجاد فرصت مشاهده و یا هم کافی از اصل اسناد یا ارائه آن به شکل صوتی و تصویری ارائه نماید. اصل پاسخ سریع دارد مکلف هستند که به اسرع وقت اطلاعات را باید در چارچوب زمانی واضح و مناسب در دسترس قرار بدهند. ماده 8 قانون دسترسی به اطلاعات بیان می‌کند حد اکثر در خلال مدت 10 روز کاری از تاریخ تقاضا یا تسلیمی فرم تقاضا اطلاعات باید اطلاعات را در دسترس اداره مربوطه یا نهاد مربوطه قرار بدهد. و هشتم اصل که مطرح اصل بهره برداری از اطلاعات است. اداره نباید وضع محدودیت را وضع نماید که اطلاعات را در دسترس آن قرار آن حق بهره برداری در آن ندارد. نه، باید مطابق ماده 11 قانون دسترسی به اطلاعات حق دسترسی و بهره برداری از این اطلاعاتی که برای افراد محول میگردد و صورت اساسی داشته باشد. این از مسئولان گرامی شیوه واکنشی و انفعالی ارائه اطلاعات در جامعه میباشد. میرسیم به بحث دیگر تحت عنوان نظارت از حق دسترسی و اطلاعات. انشاءالله نظارت از حق دسترسی و اطلاعات را مسئولان گرامی در جلسه هفته چهارم با هم و بررسی خواهیم گرفت. با امید مفصلت های هرچی بیشتر شما در صورت ورود هر نوع طرح سوال و کام شما می دانین به شماره شخصی که در آغاز جلسه درسی براتان گفتم تماس گرفتم و سوالاتتان را براتان ارائه خواهم کرد. هر نوع دسترسی یا ارائه ویدیوها از طریق واتساپ بنابر محدودیت وضع شده از طرف پنتون در عمل ممکن نیست. دارن در این راستا فاصلان گرامی مدت ما را بپذیرید. با امید موفقیت های هرچی بیشتر شما میرسیم به پایان قسمت دوم جلسه سوم درسی. السلام علیکم و رحمت.